حالا به این فکر افتادین که کدوم حیوان مقاومترین حیوان و کم مصرفترین حیوان برای پرورش هست؟ بله، اون شتره. امروز میخوام در رابطه با پرورش شتر یک مقدار باهاتون صحبت بکنم. تا انتهای ویدیو همراه من باشید. امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. من نسترنم، اینجا چنل نسترن فارم لایفه. به چنل من حسابی خوش اومدین. امروز میخوام در رابطه با پرورش شتر و نگهداری از اون یک مقدار باهاتون صحبت بکنم. اما قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و میخواید اطلاعات جامع و کاملی در رابطه با پرورش انواع حیوانات مزرعه و پرندگان مزرعه و چالش‌های زندگی روستایی من بدونید، این ویدیو رو لایک، چنل من رو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فعال بکنین تا هر وقت ویدیو جدیدی آپلود کردم بتونید با چشمای زیباتون ببینید. مرسی. شاید اگه چند سال پیش به ما میگفتن بز سانن پرورش بدین، شترمرغ پرورش بدین یا انواع پرندگان زینتی رو پرورش بدیم، میگفتیم که خب این چرفیه که میزنه، الان مثلا سود همش تو پرورش مرغ هست و اینجور چیزا. ولی چند سال بعد فهمیدیم که سخت در اشتباه بودیم و چقدر پرورش های سودآوری میتونستن باشن. حالا در رابطه با شتر هم همین مسئله در جریانه. اگر شما پرورش شتر رو الان شروع بکنید، مطمئنن سالهای آینده بسیار بسیار سوداوری خوبی برای شما خواهد داشت. حالا چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه شتر حیوانی بسیار قانع هست و میتونه در شرایط آب و هوایی بد و بسیار گرم دووم بیاره، یعنی تا حتی تا 40 درجه 50 درجه اگر دمای هوا باشه این حیوان به راحتی میتونه دووم بیاره. و مطمئنم با توجه به مسائل زیست محیطی که ما در چند سال اخیر باهاش درگیر هستیم، مخصوصا تو کشور عزیزمون ایران که هر روز داره رو به میمیره و جنگل ها دارن از بین میرن و آب بسیار کم هست و کلی مشکلات دیگه، شتر میتونه ناجی ما باشه. توی شرایط زیست محیطی که فاصله دمایی روز با شب بسیار زیاده، مثلا 35 تا 40 درجه، حتی روزهای بسیار داغ و سوزان حتی تا 40 الی 50 درجه و شبهای سردی رو دارا هست، میدونی که خب شما میتونید چنین آب و هوایی رو توی صحراهای داغ و بی آب و علف ببینید. شتر تنها حیوانیه که میتونه در این شرایط به خوبی دووم بیاره و با عادات خاص غذایی خودش میتونه از خارها تغذیه بکنه، میتونه از تمام علوفه‌هایی که توی اون صحرا وجود دارن چرا بکنه. صحرانوردان که توی صحراهای داغ به حرکت میپردازن، بدون وجود شتر واقعا نمیتونن صحرانوردی رو ادامه بدن. قبل از اینکه بریم سر پرورش این حیوان، شما باید بدونید که واحد شمارش این حیوان نفر هست و به هر یک عدد شتر میگن یعنی یک نفر شتر. و شما میتونید کار پرورش شتر رو با 10 نفر شتر شروع بکنید. شتر خیلی حیوان مقاومیه، یعنی اصلا به شتر کاری نداشته باشین، خودش همینجوری میتونه رشد بکنه، یعنی اصلا هیچ آموزش تخصصی و دمای مورد نیاز یا نمیدونم ساختن جاهای بسیار تخصصی برای پرورش شتر نیاز ندارید. بهترین مناطق برای پرورش شتر نیمه های جنوبی و شرقی کشورمون هستن. البته کسانی هم بودن که در 4 محال بختیاری، تبریز، اردبیل هم به پرورش شتر پرداختن و بسیار هم موفق شدن. هر 4 نفر شتر نیاز به 10 متر مربع زمین داره برای نگهداریش و آنچنانی هم نیاز به ساختمون و زیرساخت‌هایی نداره. در رابطه با بحث فروش شتر و در واقع اینکه شما چجوری باید این رو به فروش برسونید، لازم نیست زیاد نگران باشید، به خاطر اینکه فروشش بسیار راحته و در واقع این شتر هیچ وقت دست شما نمیمونه، همیشه خریدار داره. نژادهایی که توی ایران پرورش میدن عبارتند از سیستانی، دوکوهانه، کلکوهی قم،
و نژاد جماز عرب هستن که به راحتی توی ایران میتونیم اونها رو پرورش بدیم. متوسط عمر مفید شتر بین 30 تا 40 ساله و هزینه های درمانیش به شدت پایینه، یعنی اصلا در واقع میشه گفت بیمار نمیشه، بیماری های شتر اصلا خیلی کمه و بنابراین در رابطه با هزینه های درمانی باید توجه داشته باشین که هزینه هاتون نزدیک به صفره. محصولاتی که میشه از شتر به دست آورد میتونه هم به شیر شتر اشاره بکنم. شتر در فصل پاییز شیر نمیده ولی در فصول دیگه شیر خیلی خوبی هم میده، ولی فقط یه مشکلی داره، اونم اینه که تا 3 روز میتونید این شیر رو نگهداری بکنید و بعد از 3 روز این شیر فاسد میشه. اگر بتونید مشتریان خودتون رو در واقع پیدا بکنید، مشتریان ثابتتون رو پیدا بکنید و یک شبکه توزیع شیر داشته باشین، یعنی در واقع توزیع شیر روزانه، میتونید به راحتی شیرتون رو با قیمت خیلی بیشتری به فروش برسونید. اما اگر نتونید یا همچین مشتریان در واقع روزانه پیدا بکنید، باید شیر رو تبدیل به دوغ بکنید و دوغ شتر رو به فروش برسونید که البته که خواص خودش رو داره و خیلی قیمت بیشتری هم نسبت به دوغای دیگه داره. محصول بعدی گوشت شتر هست که با توجه به ابعادی که داره خب خیلی گوشت بیشتری به شما میده. خواص درمانی خودش رو داره گوشت شتر، مثل گوشت گوسفند گرمیه و چربی خیلی کمتری نسبت به گوشت گاو و گوسفند داره و همینطور قیمت خیلی خیلی بالاتری هم نسبت به گوشتای دیگه داره. در رابطه با پوست و پشم شتر که توی صنایع نساجی مشتریان تضمین شده و ثابت خودشون رو دارن. پس شد سرمایه گذاری، هزینه نگهداری و هزینه خوراک کمتر و سود بیشتر در ارتباط با فروش محصولات شتر. کوهان شتر مثل دنبه گوسفند موارد در واقع مصرف خوراکی داره و حتی میشه گفت موارد درمانی هم داره، چرا که از این روغن در واقع کوهان شتر برای مفاصل و ماهیچه ها و تقویت اونها و رفع درد و درمان اونها استفاده میشه. حالا اگر بخوام در رابطه با یک نکته منفی شتر صحبت بکنیم، با توجه به ابعادی که داره و اینکه شما اگر بخواید به صورت حرفه‌ای این کار رو شروع بکنید و تعداد بالا کار بکنید، مطمئناً باعث تخریب محیط زیست میشه. چرا تخریب محیط زیست؟ به خاطر اینکه علوفه های یک منطقه رو به طور کامل میتونه از بین ببره، یعنی گیاهان و در واقع علفهایی که توی زمین در میان، و باعث تخریب پوشش گیاهی اون منطقه بشه. این کاملا درسته. بنابراین اگر میخواید که باعث تخریب محیط زیست نشین و در واقع مراتع چرا از بین نره، شما لازمه که نصف غذای در واقع دامهاتون رو از نهاده های دامی و خوراک در واقع آماده، علوفه آماده ای که وجود داره داخل بازار استفاده بکنید تا هم باعث تخریب محیط زیست نشین، هم جریمه های محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی دامنگیر شما نشه. بهترین روش برای اینکه بتونید پرورش شتر رو به صورت عملی یاد بگیرین، 1 ماه کارآموزی در کنار یک شتر داره. یعنی شما هر چقدر فیلم ببینید، مقاله ببینید، حالا کتاب بخونید، هیچ وقت نمیتونه جای اون در واقع کارآموزی عملی رو در کنار یک شتر دار به شما بده در واقع، چون خیلی مهمه که این کار رو به صورت عملی یاد بگیرید. کلا پرورش همه حیوانات به این صورت هست. شتر از اون دسته حیواناتیه که نیاز به پیاده روی و حرکت داره، یعنی شما نمیتونید مثلا مثل گاو شتر رو تو یه دونه جایگاه بسته نگهداری بکنید و ببندینش. اگر این کار رو بکنید دست و پاش ورم میکنه و از قضا میفته و در نهایت از بین میره. بنابراین در نظر گرفتن یک فضای باز و یک محیط پیاده روی برای شترها در هنگام پرورششون از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورد داره. پس شتر حیوان بی حرکتی نیست و حتما باید حرکت و در واقع پیاده روی روزانه‌اش رو داشته باشه. میتونیم بگیم به صورت کلی 3 نوع پرورش شتر داریم که با توجه به اینکه حالا چقدر سرمایه دارید و اینا میتونید یکی از اونها رو انتخاب بکنید. میتونید به عنوان پرورش شتر و در واقع پروربندی اون برای مصارف گوشتشون رو پرورش بدین. میتونین شترها رو برای شیردهی و فرورده های اون در نظر بگید، یا اینکه شترهای تزیینی و مسابقهی پرورش بدید که میتونم بگم دوتای اولی بیشتر توی ایران کاربرد داره.
بخوام به صورت کلی بگم واقعا پرورش شتر یک پرورش بسیار بسیار پرسودیه، ولی در صورتی که شما کارآموزی رفته باشین و زیر و بم پرورشش رو به صورت عملی یاد گرفته باشین. اگر میخواین گوشت در واقع شتر تولید بکنید، میتونید شترها رو در واقع اواخر فصل تابستان، شهریور و اوایل فصل پاییز خریداری بکنید، 3-4 ماه اینا رو پروار بکنید تا اینکه در زمستان اینها رو در واقع گوشتشون رو بفروشید. توی زمستان گوشت شتر خیلی مشتری بیشتری داره، به خاطر اینکه همونطور که گفتم گوشت شتر طبع گرمی داره و توی فصل زمستون مشتری های خودش خیلی بیشتر هستن. پرورش شتر به 3 دسته اصلی تقسیم میشه: پرورش وحشی، پرورش نیمه وحشی و پرورش نیمه بسته. توی پرورش وحشی که ارزان ترین نوع پرورشه، گله شتر بدون ساربان توی دل کویر رها میشه و صاحب شترها معمولا سالی 1-2 بار به سراغ شترهای خودشون میرن. حالا اگر شتری دنیا آمده باشه در واقع اینا رو داغ میزنن، اگر شتر پیری توی گله باشه که بخواد حذوی باشه اینها رو حذف میکنن، حالا زپش میکنن، پشم شترها رو میچینن و روغن منداب بهشون میمالن و شترهای بیمار رو به روش سنتی متداول درمان میکنن. توی این روش اصول فنی دامپروری به هیچ وجه رعایت نمیشه، بالاترین تلفات به گله های وحشی وارد میشه، زیرا این گله ها بیشتر در معرض حمله گرگ ها، زیر گرفته شدن توسط کامیون ها، تصادفشون و حتی این گاز گرفتن حیوانات وحشی که باعث هار شدن اونها میشه هستن و در واقع بیشترین صدمات به گله های وحشی وارد میشه و سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی خیلی نمیتونه روی اینها در واقع تسلط داشته باشه و بخواد کنترلشون بکنه. ولی این روش ارزان ترین روش شترداریه و صاحب شترها هیچ هزینه ای رو برای شترها نمی کنه. توی پرورش نیمه وحشی صاحبان شتر، حالا ممکنه چند نفر باشن، یک ساربان رو در واقع استخدام میکنن که ساربان با شترها به دل کبیرها میره، در کنار اونها قرار میگیره. در واقع ساربان در واقع میتونم بگم مثل یک چوپانی میمونه که از این گله شترها نگهداری میکنه، از سرقت اونها، از حمله گرگها، از زیر گرفته شدن اونها توسط ماشینها و کامیونها جلوگیری میکنه، به شتر ها کمک میکنه، اونها رو درمان میکنه، پشم چینی رو ساربان انجام میده و همچنین در شیردوشی و به دنیا آمدن بچه شترها خیلی خیلی کمک میکنن این ساربان ها و وجودشون در کنار گله شترها بسیار بسیار سودمند و مفید هست. در پرورش نیمه بسته معمولا کسی که شتردار هست تعداد شترهاش بسیار کمه و در حاشیه شهرها زندگی میکنه. معمولا نیمی از سال رو شترها رو در یک جایگاه بسته نگهداری میکنه و بقیه سال رو شترها رو به صحرا میفرستن تا خودشون چرا بکنن. هدف پرورش این شترداران این هستش که از گوشت این شترها معمولا استفاده میکنن و شترها رو به قصاب پای محلی میفروشن تا گوشتشون رو برای شهرنشینان عرضه بکنن. در رابطه با آغل شتر میتونم بگم که آغل شتر به چند قسمت تقسیم میشه: قسمت جایگاه مسقف، آبشخور، بهاربند، آخور و انبار علوفه. توی جایگاه مسقف که اساسی ترین مکان مورد نیاز شتره، باید رو به آفتاب باشه و برخلاف جهت باد حداقل جایگاه نگهداری برای 20 تا شتر باید ابعاد 15x8 متر باشه. توی این مکان در جایگاه در واقع مسقف شترها به استراحت و نشخوار کردن میپردازن. دیواره های این جایگاه مسقف باید سیمانی باشه و کفش باید از
شن و ماسه باشه، پر شده باشه، یعنی نمیتونیم شما کف رو هم سیمان بذارید به خاطر اینکه دست و پاهاشون و در واقع کف پاهای شتورها اذیت میشه و دچار مشکل میشه. توی حال زمستان هم اگر خواستیم میتونید یک لایه کاه و علوفه کف رو بریزین تا اینکه شتورها اذیت نشن. در رابطه با آبشخور شتورها باید بگم که آبشخورهای عمیق و مرتفعی باید براشون ساخته بشه، چون با توجه به آناتومی و گردن درازی که شتورها دارن اذیت میشن اگر از یک آبخوری بسیار کوتاه و در واقع کم عمری استفاده بشه. آبشخورها هر از چندگاهی باید تمیز بشن و از وجود حلزونها و زالوها پاک بشن. با توجه به این که شتورها دست و پای بلندی دارن و آناتومی بدن خاصی دارن، باید حداقل ارتفاع بهاربند 3 متر باشه و برای نگهداری 20 شتر بهاربندی به مساحت 24 در 15 متر مورد نیازه. آخور هم مثل آبشخور باید از ارتفاع مناسبی برخوردار باشه. ارتفاعش بین 1 تا 1.5 متر با توجه به اینکه دارید بچه شتورها رو تغذیه میکنید یا اینکه شتورهای بالا رو متفاوته. نباید عمقش کم باشه که علوفه رو در واقع نریزن بیرون شتورها. تا حد امکان از آخورهای گوشه‌دار استفاده نشه و تا حدی مؤدب باشه. عرض آخورها هم باید حداقل 50 سانتی متر باشه، چون خب کله شتر خیلی بزرگه و کمتر از 50 سانتی متر ممکنه که دچار مشکل بشن در هنگام خوردن علوفه ها. از اون دسته حیواناتی هست که خیلی دیر به بلوغ میرسه. سن بلوغ ماده ها 3 سالگی و سن بلوغ نرها بین 4 تا 5 سالگی هست، ولی بهترین زمان در واقع این سن بلوغ جنسیشون هست. بهترین زمان برای استفاده از در واقع شتورها و در واقع تولید مثل سن 8 سالگی هست. دوره آبستنی یا بارداری شتور بین 370 تا 390 روز متغیره. اولین زایش شتور میتونه در اواخر 4 سالگی یا اوایل 5 سالگی هم صورت بگیره. عمر اقتصادی شتور رو اگه بخوام بگم، شتورها تا 20 سالگی میتونن آبستن بشن و تا اون موقع 7 الی 8 کره میتونن به وجود بیارن. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات جامع و کاملی در رابطه با پرورش شتر توی این ویدیو به شما داده باشم. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی داشتید توی کامنت ها از من بپرسین و توی صفحه اینستاگرامم که آدرسش این بالا میاد میتونید توی دایرکت هم سوالاتتون رو از من بپرسید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو لایک میکنید و چنلم رو سابسکرایب میکنید. همیشه شاد و سلامت باشید. فعلا خدا نگهدار.